پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اگر کسی در شب جمعه یا روز جمعه سوره کهف رو تلاوت بکند، ایمانش افزایش پیدا می‌کند. سوره کهف تلاوت بکند، ایمانش و هدایتش کامل می‌شود، به شرطی که محتوای سوره کهف را بداند و برنامه های سوره کهف را بداند و پیام های سوره کهف یا خداوند از خلال سوره کهف را بداند و این پیام ها را به کار بگیرد، مد نظر داشته باشد. سوره کهف داستان جز داستان ایمان نیست، جز داستان خداجویی و خدا طلبی چیزی دیگر نیست، جز به سوی خدا حرکت کردن و توکل به خدا چیز دیگر نیست، جز فرار از معصیت و شرک و گناه و بدعت و کفر به سوی هدایت و نور الهی چیز دیگر نیست. میگه اگر مسلمانی شب جمعه یا روز جمعه خداوند توفیقش بدهد که سوره کهف را تلاوت بکند، خداوند بین دو تا جمعه اون مسلمان و نورانی و روشن میگرداند، میدرخشاند، از این جمعه تا اون جمعه تو زندگیش جلوش پیشاپیشش همینجور میدرخشد و هیچ موقع در تاریکی گناه واقع نمیشود. منظور از نور، نوری است که دل اون جوانای مؤمن سرمایه دار درخشان و نورانی کرد که راهو پیدا کردن و به سوی خدا هجرت کردن. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. محور سوره کهف بر همین آیه کوتاهه، انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. چند تا جمله بیشتر نیست. سبب درخشندگی بین دو تا جمعه خواندن داستان اون چند تا جوان بود. خداوند تعریف مؤمن کرده، بالاخص مؤمن جوان. پس پدرای بزرگوار و محترم، از مؤمن شدن فرزندانتان عصبانی نشوید، از قرآن خواندن بچه هاتون خشم نگیرید، از دیندار شدن بچه هاتون مسخره نکنید. خوشحال باشیم که فرزندانمان دین طلب شدن، دین خواه شدن، خدا طلب شدن. قدر این دین را بدانیم. انهم فتیتون، خداوند تعریف هفتا جوان میکنه. اونها سرمایه دار بودن، جوانای فقیر نبودن، از عمرا بودن. اونها جوان مرد بودن، ویژگیشون چه بود؟ ایمان آوردن. آمنو، به کی ایمان آوردن؟ به باطل، به رب بهم. چه جالبم اینجا گفته، نگفته به رب. اگر گفت به رب خیلی خودحالی نبود، گفته به رب بهم، ربی که مال خودشونه، به پروردگارشون، متعلق به خودشونه، اللهی که مال همه است، برای همه است، بیریا در اختیار همه است، برای توبه کردن نیاز نداری پیش ملا بری، دستت بلند بکن الله. اگر تاجری، مالت را برای توبه کردن، برای عالم شدن، برای مؤمن شدن، برای عفیف شدن جامعه به کار بگیر. و اگر عالمی، تلاشت و علمت و بیانت و کلاست و آموزشت و تربیتت برای توانمندی جامعه اسلامی به کار بگیر. اگر صاحب نفوذ اجتماعی هستید، اگر مربی هستید، اگر سری هستی در جامعه، خداوند به تو این موقعیت عطا کرده، تلاش بکن که این موقعیت در خدمت دین باشه و دینداری جامعه باشه.